با این دستگاه تقطیر کار داریم عزیزان. دستگاه تقطیر، این دستگاهی که دارید میبینید بچه ها، دستگاه تقطیر آزمایشگاهی است. دستگاه تقطیر صنعتی متفاوته، اما نحوه عمل در هر دوتا کاملا مثل همه و تفاوتی با هم ندارن. دوستان دستگاه رو بزرگتر میکنیم. اینجا رو دقت بفرمایید. در این تصویر اولا همون جور که میبینید یه بالون داریم. این ظرف آزمایشگاهی اسمش هست بالون، بالون تهگرد یا بالون تقطیر. محلولی که میخوایم اجزایش رو جدا کنیم در داخل این میریزیم. دقت کنید گفتم محلول، یعنی از دستگاه تقطیر برای جداسازی غیر همگن ها استفاده نمی کنیم. برای جداسازی محلول ها یعنی همگن ها استفاده می کنیم. شروع می کنیم به حرارت دادنش. نگاه کنید تصویر رو. وقتی حرارت میدیم طبیعتاً ماده ای که نقطه جوش کمتری داره بخار میشه. کلمه مهم بود عزیزان، نقطه جوش. ماده ای که یعنی داخل اون محلول شما، مثلا فرض کنید دو جزء در هم حل شدن، مثلا آب و نمک، مثلا آب و الکل، از بین اون دو جزء اونی که نقطه جوش کمتری داره بخار میشه و شروع میکنه خارج شدن، از این مسیر میره. بعد از راه این لوله دقت کنید اینجا چی داریم؟ بخار داریم. بخار اون ماده ای که نقطه جوش کمتری داره میره سر راهش از وسیله ای عبور می کند که بهش میگیم مبرد یا خنک کننده. مبرد یا خنک کننده. آقا این چیه؟ این یکی، اینم نوعی مبرده، بهش میگن مبرد قائم یا مبرد ساچمه‌ای. حالا در داخل این مبرد دومیه، این مهمه، این مبرد دومیه، این مهمه. ببینید بچه ها، بخار داره اون سمتی از داخل اون لوله وسطیه میره. دو تا لوله تو در تو اند. اما لوله بیرونیه چی کار میکنه؟ لوله بیرونیه این سرش وصل به آب سرد، یعنی آب سرد یا در تقطیرهای پیچیده تر از مواد سرد کننده دیگری استفاده میشه. ولی در حالت عادی برای آب نمک، برای آب و الکل، همان آب سرد جواب میده. دقت کنید ورودی آب سرد پایینی است، چون جهت حرکت بخار و جهت حرکت آب سرد اگر برخلاف هم باشه
کارایی دستگاه بیشتر. از این لوله در واقع آبی که گرم شده خارج میشه، از اینجا خارج میشه. پس در واقع این ور می نویسیم ورود آب سرد، اون ور می نویسیم خروج آب گرم. حالا خوب دقت کنید دوستان، در داخل بالون عملی که اتفاق افتاد عمل تبخیر بود، تغییر حالت تبخیر. ماده ای که نقطه جوش کمتری داشت بخار شد. در داخل مبرد چه عملی اتفاق میفته؟ عمل میعان اتفاق میفته. یعنی بخاری که میاد وارد مبرد میشه سرد میشه و به مایع تبدیل میشه و از این سر مبرد همون جور که میبینید اون ماده به صورت مایع جدا میشه. حالا بچه ها اگر محلولمون آب و الکل باشه، الکل نقطه جوشش کمتره. یه نکته رو بگم بچه ها، اگر دقت کنید در بالای این یه دونه دماسنج هم گذاشتن، دارید میبینی؟ اون دماسنج برای اینه که نگاه کنیم ببینیم دما به چه دمایی رسیده. وقتی شما آب و الکل را حرارت میدید، الکل نقطه جوشش 78 درجه است، آب نقطه جوشش 100 درجه است. پس اول الکل بخار میشه، یعنی الان در این طرف در داخل این ارلنه در واقع چی داره میریزه توش؟ الکل میریزه. بعد از این که خوب دقت کنید، بعد از این که همه الکل ها بخار شد رفت، حالا ما به دماسنج که نگاه کنیم میبینیم دماسنجمون دیگه داره از 78 درجه و 80 درجه میره بالاتر. وقتی دما شروع میکنه از 78 یا نزدیکیاش بالاتر میره، ما باید بفهمیم که الکلمان کاملا جدا شده، حالا دیگه دستگاه رو خاموش میکنی چون دیگه نمیخوایم آب هم بخار بشه بریزه دوباره روی الکل. ما میخواستیم آب و الکل رو از هم جدا کنیم. اگر مخلوطمون آب و نمک باشه، در این حالت نقطه جوش آب از نمک کمتره، یعنی اول آب بخار میشه و در این ظرف آب مقطر یا آب خالص خواهیم داشت. زمانی که آبها بخار شدند دستگاه رو خاموش میکنی، نمکش در این ظرف باقی بمانه، آبش بیاد در داخل این ارلنه جمع بشه. تقطیر و نحوه انجام آن. توضیحش: به عمل تبخیر و میعان متوالی، یعنی پشت سر هم، به عمل تبخیر و میعان متوالی ویرگول تقطیر میگوییم. تقطیر میگوییم. نقطه سر خط بنویسید. این روش جداسازی، این روش جدا سازی
برای جداسازی مخلوط های همگن، برای جداسازی مخلوط های همگن، پرانتز باز، محلول، پرانتز بسته. این روش جداسازی برای مخلوط های همگن، تو پرانتز، محلول، پرانتز بسته، مایع در مایع، مایع در مایع، یا جامد در مایع استفاده می شود. مایع در مایع یا جامد در مایع استفاده می شود. این قسمتش رو بچه ها زیرش خط می کشیدی، قسمتی که الان می خوام بگم. به شرط آن که، به شرط آن که با هم اختلاف نقطه جوش، به شرط آن که با هم اختلاف نقطه جوش داشته باشند. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگر دوتا اجزا با هم اختلاف نقطه جوش نداشته باشن یا اختلاف داشته باشن کم باشه. فرض کنید یه ماده نقطه جوشش مثلا 80 درجه باشه، یه ماده دیگه 82 درجه باشه. اینا اختلاف دارن ولی کمه. تقطیر قابل استفاده نیست. یعنی باید بریم یه روش دیگه ای پیدا کنیم برای جدا سازیشون، به شرط آنکه با هم اختلاف نقطه جوش داشته باشن. نقطه از تقطیر برای جدا سازی آب و نمک، آب و نمک، ویرگول، آب و الکل، آب و الکل، ویرگول، تهیه گلاب، تهیه گلاب، ویرگول، انواع عرقیات گیاهی، انواع عرقیات گیاهی، ویرگول، جداسازی اجزای نفت خام، جداسازی اجزای نفت خام، پرانتز باز، روش خاصی از تقطیر. یعنی این دستگاهه نیستا، یه جور تقطیر دیگه است. روش خاصی از تقطیر، پرانتز بسته، و سه تا نقطه استفاده می شود، و سه تا نقطه استفاده می شود. دوستان اگر کتاب رو دارید که شکل این نوشته ها رو روی کتابتون اعمال می کنید، اگر نه که شکلش رو بکشید، بسیار مهم هست. عزیزانی که کتاب ندارند فکر کنید رو یادداشت می کنید. به عنوان تکلیف، نام، نام خانوادگی، سوال، جواب، عکس می گیرید و من ارسال میکنی. دوستان مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار داریم، میخوایم جداشون کنیم. همه اجزا میخواد جدا بشه و تحویل داده بشه. یعنی ماسه نمکی که قاطی شده و اگر از ماده دیگری استفاده میکنی توضیح بدید دقیق از چه روشی استفاده میکنی، چرا استفاده میکنی، و آخر سر بگی آقا بفرما ای فلان ماده، ای فلان ماده، ای فلان ماده. اما میریم سراغ فصل بعدی. فصل بعدیمون
تغییرات شیمیایی که از سال سوم ابتدایی یاد گرفتید، میخوایم ببینیم چجوری میتونیم از این تغییرات شیمیایی در خدمت زندگیمون بهره ببریم ازش. کاری که هزاران سال بشر داره انجام میده و معروف ترین کاری که بشر در راستای استفاده از تغییرات شیمیایی در واقع استفاده کرده تا به امروز کشف آتش بوده. به همین خاطر تصویر عنوانی فصلمون رو میبینید که آتش چوب، آتشی که از هیزم به دست میاد رو داره نشون میده. هزاران سال پیش قبل از تاریخ بشر توانست آتش رو به خدمت بگیره. مهمترین تغییر شیمیایی که وجود داره، آتش رو در اختیار بگیره و از این آتش برای زندگی خودش استفاده کنه. نکته بسیار مهمی که وجود داره عزیزانم اینه که در واقع چرا ما از آتش استفاده میکنیم؟ به نظر شما چرا میخوایم از آتش چه استفاده ای کنیم؟ یکی میگه آقا غذا بپزیم، بله، خونمونو گرم کنیم، بله، اما خلاصه همه این چیزایی که گفتیم اینه که ما از آتش استفاده میکنیم تا ازش انرژی بکشیم بیرون. در واقع آتش یه تغییر شیمیایی است که برای ما انرژی تامین میکنه، انرژی در اختیار ما قرار میده. انرژی که به ما میده انرژی گرمایی و تابشی است. اما سوال مهمی که مطرح میشه که آقا تغییر شیمیایی به نام آتش، این انرژی گرمایی و تابشی رو از کجا میاره؟ در واقع بچه ها آتش تنها کاری که انجام میده انرژی شیمیایی را آزاد میکنه، تبدیل میکنه به انرژی گرمایی و تابشی. سر خط آتش دو تا نقطه جلوش، آتش دو تا نقطه جلوش، نام مهمترین، نام مهمترین تغییر شیمیایی، نام مهمترین تغییر شیمیایی شناخته شده است، شناخته شده است که باعث می شود، که باعث می شود انرژی شیمیایی ذخیره شده، انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد سوختنی، در مواد سوختنی ویرگول آزاد شده و به انرژی گرمایی و تابشی تبدیل شود. انرژی گرمایی و تابشی تبدیل شود. خب دوستان، شما در سال هفتم خود انرژی شیمیایی رو داشتید، انرژی شیمیایی. لطفاً توی قسمت خصوصی چت تعریف انرژی شیمیایی رو برای من بنویسید.
انرژی شیمیایی بچه ها در واقع از خانواده انرژی های ذخیره ایست که بهش میگفتید پارسال انرژی پتانسیل. صورتی از انرژی پتانسیله که در داخل چی ذخیره شده؟ مولکول های مواد ذخیره شده. تمام. داخل مولکول، نه اتم ها، مولکول. حواس جمع بچه ها. فرض کنیم، من اینو بکشم. فرض کنیم بچه ها این مولکول یه سوختیه، یه ماده ایه که حالا این مولکول گاز بوتانه بچه ها. شاید اسمشو شنیده باشید، گازی که توی کپسول ها هست، کپسول مثلا گاز پیکنیک شما، کپسول های گاز. اون گاز، گاز بوتانه، بیشترش بوتانه، گازهای دیگر هم داره، اتان داره، متان داره. فرض کنیم این مولکول بوتانه. دوستان اینا گلوله هایی که سبزن اتم های هیدروژنن. اینایی که قرمزن اتم های کربن هستند و این شکلی که دارید میبینید مولکول یه سوخته، یه ماده سوختنی. حالا ما میگیم انرژی شیمیایی در داخل مولکول ها ذخیره شده. آقا این مولکول کجاش ذخیره شده؟ گفتیم کاری با اتم ها نداریم. خیلی اینو نیاز دارید بچه ها. کسانی که این رو درک میکنن دیگه برای خودشون تا دبیرستان از این نظر خیالشون راحته. دوستان این قسمت ها، نگاه کنید این خط ها، این خط سیاه هایی که کشیدم، به اینا میگیم پیوند، پیوند شیمیایی، پیوند بین مثلا هیدروژن و کربن، هیدروژن کربن، یا پیوند بین کربن و کربن. انرژی شیمیایی داخل این پیوند قایم شده. زمانی که شما ماده ای را می سوزانید، آتش چی کار میکنه؟ میاد این پیوند داره میشکنه. وقتی پیوند شکسته شد، انرژی که قایم شده بود آزاد میشه. سر خط. انرژی شیمیایی، دو تا نقطه جلوش، انرژی شیمیایی، صورتی از انرژی ذخیره‌ای، صورتی از انرژی ذخیره‌ای یا پتانسیل، یا پتانسیل است که در داخل مولکول‌های مواد، در داخل مولکول‌های مواد ذخیره شده است. در داخل مولکول‌های مواد ذخیره شده است. نقطه. محل ذخیره شدن آن، محل ذخیره شدن آن، ویرگول، در واقع همان
در واقع همان پیوندهای بین اتم ها، در واقع همان پیوندهای بین اتم ها می باشد، مانند شکل زیر. شکلم بکشید. در تصویر یه بطری شیری رو که خراب شده، فاسد شده، یا در اصطلاح ما میگیم ترش شده، یه تغییر شیمیایی است که البته ما تمایلی نداریم انجام بشه. وقتی شیر ترش میشه یعنی فاسد شده، یعنی باید دورش بریزیم. یا در این تصاویر نگاه کنید بچه ها، گندیده شدن میوه ها، نگاه کنی، گندیدن میوه ها، فرایند پیر شدن بچه ها. آقا یعنی پیر شدن یه تغییر شیمیایی است؟ بله. آتش سوزی جنگل ها، زنگ زدن ماشینالات. این کاغذ قدیمی ها رو نگاه کنید بچه ها، شاید خودتونم تجربه کرده باشید. کاغذی که مدت طولانی میمونه وقتی میخوای تاش کنی میشکنه از وسط، پاره میشه. آقا یعنی کاغذم دچار تغییر شیمیایی میشه؟ بله. استحکامشو ببینید کلن از بین رفته. به این کاغذ میگیم کاغذ پوسیده. اینها تغییرات شیمیایی هستند که به مرور زمان اتفاق میفتن و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. یعنی چی بچه ها؟ یعنی تغییرات شیمیایی میتونن مفید باشن، میتونن مضر باشن. وقتی من و شما تغییرات شیمیایی رو بشناسیم میتونیم با استفاده از علم کاری کنیم که تغییرات شیمیایی مفید سریعتر انجام بشه، تغییرات شیمیایی مضر تا جایی که بتونیم کندشون میکنیم یا متوقفش میکنیم، کاری میکنیم اتفاق نیفته اگر بتوانیم. فرض کنید بچه ها میگن خوراک سالم، میگن آقا جان فست فود نخور. الان اخم همه شما میره تو هم. آقا دوست داریم، خوشمزه است. بله متاسفانه منم دوست دارم والله، خوشمزه است ولی مضره. حداقل فست فود خوردناتون رو، سرخ کردنی خوردناتون رو کمتر کنی. غذاهای طبیعی، میوه ها، سبزیجات. بچه ها خانواده آش ها. آقا چیه آش؟ بله چیزای سالم لذیذ نیست، ناسالما لذیذن متاسفانه. میگن خوراک سالم بخورید، میگن مرتب ورزش کنید، میگن استرس و اضطراب و ناراحتی رو به خودتون راه ندین، میگن عصبانی نشین، سعی کنید جلوی عصبانیت و خشم رو بگیرید تا دیرتر پیر بشید، تا عمر بیشتری داشته باشید. یعنی بچه ها دانشمندا فهمیدن این چیزایی که نام بردیم جلوی این تغییر شیمیایی رو تا حدی میگیره، کندش میکنه. ماشینالاتمون رو
رنگ مناسب بزنیم تا زنگ نزنن و چیزای دیگر. میوه ها و سبزی ها رو در جای خنک در یخچال نگهداری کنیم تا دیرتر بگنده، دیرتر فاسد بشه. اینها باعث میشه تغییرات شیمیایی مضر را کند کنیم. بعضی وقتا قادر نیستیم جلوشو بگیریم، مثل همین پیر شدنه، مثل زنگ زدن فلزات. بالاخره زنگ میزنه، ولی ممکنه یه فلزی در یه سال زنگ بزنه، یه فلزی ممکنه بعد از 40 سال زنگ بزنه. نکته بعدی بچه ها، میخوایم به این سوال فوق مهم پاسخ بدیم. میخوایم ببینیم آیا در تمام تغییرات شیمیایی انرژی شیمیایی مثل آتش آزاد میشه یا نه؟ برعکسش هم ممکنه داشته باشیم. در آتش خدمت شما گفتیم که انرژی شیمیایی آزاد میشه. دوستان خیلی دقت کنید، لطفاً حواسا جمع. هر ماده شیمیایی، حالا میگیم ماده شیمیایی فکر نکنید چی، همون بوتان، چوب، زغال، هر ماده ای یه مقداری انرژی شیمیایی داره، مقداری انرژی شیمیایی داره که قایم شده، نمیبینیمش. فرض بفرمایید دوستان الان مثلا این یه تیکه چوب، فرض کنید این تیکه چوب ما، فرض کنید 100 ژول انرژی شیمیایی داره، واحد اندازه‌گیری انرژی یه واحدش ژوله. سال قبل خوندید کالری هم داریم. حالا این تیکه چوب 100 ژول انرژی شیمیایی دارد. زمانی که شما میایید این چوب رو آتش میزنید، بعد از مدتی که میگذره یک کوپه خاکستر دارید. چوبمون کامل سوخت، تبدیل شد به خاکستر. حالا اون انرژی هایی که آزاد شد، یعنی گرما و نور، انرژی آزاد شده رو اگر اندازه بگیریم، فرض کنید شده 70 ژول، کل انرژیمون چقدر بود؟ 100 ژول. چقدرش آزاد شد؟ 70 ژول. یعنی اون خاکستره هنوز 30 ژول انرژی ذخیره شده شیمیایی داره. آقا یعنی خاکسترش هم هنوز انرژی داره، انرژی شیمیایی داره، قایم شده است، به صورت گرما و نور نیست. بله داره. آقا چرا این آزاد نشد؟ راه آزاد سازیش سوختن نبوده. او 30 ژولی که مونده میشه آزادش کرد، ولی ممکنه از روش‌های شیمیایی دیگر بخوایم استفاده کنیم. بعضی وقتا ممکنه دیگه نتونیم اون انرژی باقی ماندهش رو آزاد کنیم، قادر نباشیم، روشی نداشته باشیم. حالا یه مثال دیگه دقت کنید دوستان، یه مثال دیگه دقت کنید. فرض کنید که
اینم یه ماده دیگه، فعلا اسم نمیبرم، یه ماده ای. فرض کنیم که 100 ژول انرژی شیمیایی داره. حالا ما میایم یه واکنش شیمیایی روش انجام میدیم، دیگه سوختن نیست، یه واکنش شیمیایی دیگه. مثال خواهم زد براتون، یه واکنش شیمیایی دیگری روش انجام میدیم، مقداری انرژی بهش میدیم. بعد از اینکه اون واکنش شیمیایی تمام شد، حالا اون ماده ای که ایجاد شده، فرض کنید شده این ماده، تغییر شیمیایی شده دیگه، یعنی دیگه ماده اولیه نیست، شده یه ماده دیگر. این ماده اگر انرژی شیمیاییشو اندازه بگیریم، فرض کنید میبینیم شده 140 ژول، یعنی خود ما 40 ژول دادیم بهش، او انرژی رفت اضافه شد به انرژی شیمیاییش. پس بعضی از تغییرات شیمیایی یا واکنش های شیمیایی باعث میشن مقداری از انرژی شیمیایی مواد آزاد بشه، انرژی شیمیایی خودش کمتر بشه. برعکس، بعضی از تغییرهای شیمیایی باعث میشن اون ماده مقداری به انرژی شیمیاییش اضافه بشه. خب اینو تا اینجا خوشگل فهمیدین دوستان؟ واکنش شیمیایی میخوایم ببینیم یعنی چی؟ دوستان در واقع در علم شیمی، خوب دقت کنین، در علم شیمی یه زبان مخصوصی خودش داره، مثل زبان پارسی، مثل زبان عربی، مثل زبان انگلیسی. ما در علم شیمی یه زبان مخصوص داریم. این زبان مخصوص وقتی میخواد یه تغییر شیمیایی رو توضیح بده، مثلا میخواد بگه آقا مقداری گاز بوتان را سوزانیده ایم، انرژی تولید شده و یه مواد دیگری، کربن دی اکسید مثلا تولید شده، گاز کربن دی اکسید. به جای اینکه فارسی اینا رو توضیح بده، با زبان علم شیمی توضیح میده. اون اگر یک تغییر شیمیایی را با زبان علم شیمی بگوییم، در واقع میگیم چی اتفاق افتاده؟ میگیم واکنش شیمیایی. پس واکنش شیمیایی چیه؟ یه جمله است که با زبان علم شیمی میخواد یه تغییر شیمیایی رو برای ما توضیح بده. سرخط بنویسید منظور از واکنش شیمیایی، منظور از واکنش شیمیایی، پرانتز باز، معادله نوشتاری واکنش. اینا اسمای دیگه شه. معادله نوشتاری واکنش، پرانتز بسته، دوباره پرانتز باز، معادله واکنش، خلاصه شده شه این معادله واکنش چیست؟ خب پس چی شد بچه ها؟ یه وقت ممکنه به شما بگن واکنش شیمیایی فلان چیز چی میشه، یه بار ممکنه بگن معادله نوشتاری واکنش فلان چیز چی میشه.
یه بارم ممکنه بگن معادله واکنش فلان چیز چی میشه، همشون یه معنی داره. حالا میخوایم ببینیم معنی چیه، توضیح دادم، حالا نوشتنیش. در زبان علم شیمی، در زبان علم شیمی برای بیان کامل یک تغییر شیمیایی، برای بیان کامل یک تغییر شیمیایی ویرگول، به جای جمله بندی فارسی، به جای جمله بندی فارسی ویرگول، از واکنش شیمیایی استفاده می کنیم، از واکنش شیمیایی استفاده می کنیم. خب حالا بچه ها، این مطلب خیلی مهمه ها، یعنی بعد از کلاس صد بار میشینی میخونیش، خیلی مهمه. اینا رو اگر خوشگل درک نکنید تا وقتی که شیمی دارید مشکل دارید. البته بازم تاکید میکنم اینها همه مربوط به هفتم بوده. حالا دانش آموزان خود ما توی کلاس هستن، میدونن همه اینا رو من تو هفتم گفتم. حالا هفتم به هر دلیلی یادش نگرفتید، حالا باید یادش بگیری. خوب دقت کنید بچه ها، اولین مثال رو لطفاً دقت کنید. فرض کنید یه تغییر شیمیایی مقداری، نگاه کنید، اینو داریم فارسی میگیم، مقداری گاز متان را، همون گازی که توی لوله کشی های گاز خونه هاتون هست، سوزانیده ایم و گاز کربن دی اکسید و بخار آب به وجود آمده است. خب بچه ها ببینید، یه تغییر شیمیاییه، فارسی دارم توضیحش میدم. در علم شیمی میگه آقا تمام محققان شیمی دنیا فارسی که بلد نیستن که. میگیم آقا پس چی کار کنیم، به انگلیسی بگیمش؟ میگه نه، ممکنه یه دانش آموز چینی انگلیسی بلد نباشه، شما باید یه جوری بگینش که هر کسی از هر جای دنیا اینو نگاه کرد بفهمه. میگیم آقا چه جوری؟ میگه آها، میگه آقا دانشمندان شیمی برای آن که علم شیمی پیشرفت کنه اومدن یه قانونایی گذاشتن، اسمشم گذاشتن زبان علم شیمی. این تیتر رو داشتید شما پارسال تو کتاب، تیترشو داشتید. میگن آقا اینو با زبان علم شیمی بگو. میگیم خب باشه آقا، میگیم این چیزی که الان اینجا نوشتیم با خط قرمز بچه ها، در واقع گفتیم یه تغییر شیمیایی است. در زبان علم شیمی باید تغییر شیمیایی رو با معادله شیمیایی یا معادله واکنش بیان کنیم. میگه خب آقا بیان کن ببینیم چیکار میخوای بکنی. میگیم چشم، بفرما. خوب دقت کنین،
توی علم شیمی میگه آقا اول واکنش دهنده ها تو بنویس، مثل ریاضی هم از چپ به راست، اول مواد اولیه اونایی که قراره با هم واکنش بدن رو بنویس، بعد یه فلش بکش به سمت راست، این فلشر هم موقع خوندن میخونی میدهد، واکنش دهنده ها میدهد. حالا مواد تولید شده تو بنویس، فراورده ها. میگیم خب باشه آقا کاری نداره، واکنش دهنده هامون متان بوده، وقتی هم میگه سوزانیده ایم یعنی با اکسیژن ترکیبش کردیم. اینا میشن واکنش دهنده ها. حالا یه فلش میکشن، فراورده هامون کربن دی اکسید بوده و بخار آب. کربن دی اکسید به جای و به علاوه میذاریم و بخار آب. میگه خب آقا ایشو تمومه؟ میگه آره این خیلی خوبه. میگم خب آقا خوابت بخیر، اگر اینو نشونه یه خارجی بدیم بازم نمیتونه اینا رو که بخونه. میگه بله، شما فعلا چون هشتمی ما گفتیم این خوبه قبول کردیم ازت، اما اگر بخوای بری نهم و بخوای درست بنویسی اینم باید این شکلی بنویسی، متان فرمولشو باید بنویسی، CH4 به علاوه اکسیژن O2 میدهد کربن دی اکسید CO2 به علاوه بخار آب H2. حالا شد بچه، حالا به این میگیم معادله نوشتاری واکنش. این یک جمله است در زبان علم شیمی. اما صبر کنید، دانشمندان اومدن گفتن آقا حالا که نوشتی کامل ترش کن دیگه. میگیم آقا چیکارش کنیم؟ میگه وقتی این واکنش رو انجام دادی انرژی تولید شد یا مصرف شد؟ میگیم خب آقا متان خودش یه مقداری انرژی داشت، آتیشش که زدیم انرژی اومد بیرون. میگه خب باشه ای کنار بنویس به علاوه انرژی. الانم کنار H2O مینویسم به علاوه انرژی. انرژی رو یا با ای نمایش میدم یا با کیو نمایش میدم. میگم آقا در این واکنش انرژی آزاد شد، یعنی انرژی شیمیایی که توی متان بود، توی اکسیژن بود، یه مقداریش اومد بیرون، انرژی آزاد شد. میگه خب حالا آیا واکنشی داریم انرژی مصرف بشه؟ میگیم بله داریم. میگه خب اسم این واکنش رو، اسم این واکنشی که نوشتید رو بنویس واکنش شیمیایی گرماده یا گرمازا، چون انرژی تولید کرده. آقا حتما باید گرما تولید کنه؟ نه، انرژی دیگری هم تولید کنه بازم بهش میگیم گرماده یا گرمازا. خب حالا آقا، حالا که همه اینا رو برای ما گفتی، یه واکنشی که گرماگیرم باشه برامون بگو. میگیم چشم. خوب دقت کنید، مقداری آب را در
دستگاه تجزیه ریخته و به آن الکتریسیته وارد میکنیم تا هیدروژن و اکسیژن به وجود آید. خوب دقت کنن دوستان. بچه ها این یه تغییر شیمیایی به فارسی. گفته آقا آبو میریزیم توی دستگاه مخصوصی، برق یعنی انرژی بهش میدیم تا مولکول آب بشکنه هیدروژن و اکسیژن تولید کنه. میگیم خب آقا دیگه ما بلدیم اینو، راحته. نگاه کنید بچه ها، H2O آب میدهد گاز هیدروژن H2 به علاوه گاز اکسیژن O2. اما آقا شما گفتی یه مقدار بهش انرژی دادیم. میگه آره. میگم خب پس این کنارش مینویسیم به علاوه انرژی. دانشمندا گفتن بچه ها روی فلش هم در این حالت میتونی بنویسی انرژی، یا بنویسی ای یا بنویسی کیو. اینجا داره میگه چی؟ داره میگه واکنش ما انرژی گرفته، ما بهش انرژی دادیم، به جای اینکه انرژی آزاد کنه از ما انرژی گرفته. هر واکنشی انرژی بگیرد بهش میگیم واکنش شیمیایی گرماگیر. یعنی بچه ها ما دو جور واکنش داریم. بعضی واکنش ها گرماده هند، بعضیاشون گرماگیرن. دو جور واکنش داریم از نظر انرژی. بازم میدونیم ای H2O واکنشگرمونه یا واکنش دهنده است. واکنشگر یا واکنش دهنده، اون H2 و O2مون فراورده هستن. امیدوارم خیلی قشنگ و خوب و ناز و عالی فهمیده باشید. تابلو رو با دقت بنویسید و توی خونه چندین بار تکرارش کنید. خسته نباشید. وقتتون بخیر.